برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز میخوام یکی از پکیج های وبسایت برناندیشان رو بهتون معرفی کنم. اسم این پکیج هست اوتیسم، که در بخش مختلف محصول وجود داره که توی وبسایت برناندیشان هست. حالا طیف اوتیسم که میشه اوتیسم اسپکتروم یا طیف در خود ماندگی که ما اوتیسم میگویند، یه اختلال عصبی تکمیلی با وجود مشکلات جدی در تعاملات اجتماعی و ارتباطات کلامی و غیر کلامی، وجود رفتارهای تکراری و علایق محدود در فرد میباشد. یعنی این ستا نشانه توی فرد وجود داره. واکنش غیر معمول به محرک حسی و تاکید فرد بر حفظ استوار در والهای خاص در زندگی نیز از نشانه‌های شایع این اختلال هستند. اوتیس به طور رسمی در سازمان بهداشت جهانی و انجمن روانپزشکی آمریکا با عنوان اختلال طیف اوتیسم شناخته می شود و از منظر حقوق پزشکی نوعی ناتوانی از گروه ناتوانی‌های رشدی عصبی تعریف شده است. اوتیسم توسط بسیاری از منابع روانپزشکی هم به عنوان اختلال طیفی در نظر گرفته میشه. به کسانی که ویژگی‌های این طیف اختلال رو دارن هم میگیم اوتیستیک. افراد اوتیستیک مختلف ممکن است ویژگی‌های متفاوتی هم از خودشون نشون بدن و ویژگی‌های این اختلال طیفی گونه ممکن است در زمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوت هم ظاهر بشه. تنوع زیادی هم میتونه تو سطح حمایتی که افراد اوتیستیک بهشون نیاز دارن، مثلا بتونیم ببینیمشون. برخی از افراد اوتیستیک هم توانایی صحبت و گفتار به طور کلی ندارن، در حالی که برخی دیگه به طور نسبی دارای توانایی گفتاری بدون نقص هستن. بعد میرسیم به طیف و رده‌بندی علمی. مدل طیف اوتیسم داریم که میگه اوتیسم اختلال عصبی رشدی بسیار متغیره. طیف بندی بین‌المللی آماری بیماری ها رو داریم که مثلا اختلال طیف اوتیسم داره ویژگی هاست مثلا که ویژگیاشو تعریف میکنه که توی محصولاتی که میخوام معرفی کنیم گفته میشه. حالا میریم سراغ محصولات. اولین پکیجی که هست اسمش تکنیک های کاربردی آموزش کودکان اوتیسم، یه جور به کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستن آموزش داده بشه. آموزش کودکان اوتیسم، یعنی مثلا توی مسئول نشون میده که بعد سطح آگاهی خانواده ها نسبت به کودکی اوتیسم برای بالاتر بره که به موقع اختلال احتمالی موجود رو مثلا تشخیص بدن و متخصص مربوط در میان بگذارن. مشکلات اوتیسم قبل از 2 سالگی چنان آشکار نیستن. در نهایت عدم تولید صداهایی مثل قانون کردن تا 1 سالگی، عدم توانایی در اشاره مثل دست تکان دادن یا چیزی رو با انگشت نشان دادن تا 1 سالگی، به کار نبردن یک کلمه تا 16 ماهگی، به کار نبردن جملات خود به خودی 2 کلمه تا 24 ماهگی و فقدان توانایی و مهارت مطلوب کلامی و اجتماعی در هر سنی بین 3 سالگی تا بلوغ میتواند بر وجود اوتیسم دلالت داشته باشد. به هر شکل نکته کلیدی این است که هر چه بازتوانی زودتر آغاز شود نتیجه درمان موثرتر خواهد بود. یعنی میگن هر چه زودتر نشانه‌هاش پیدا بشه اون درمانش هم زودتر انجام میشه که باید بهش توجه داشته باشیم. روش‌های تشخیص اوتیسم توی این پکیج آموزش داده میشه. جلب کردن توجه کودک، چجوری کودکی اوتیسم برای توجهش رو جلب کنیم. مثلا یا آیا کودک روی موضوع دیگه تمرکز کرده، تو کودکان اوتیسم معمولا این بررسی میشه. خب توی این پکیج هم به صورت 0 تا 100 همیشه آموزش داده میشه که شما میتونید پکیج تکنیک های کاربردی آموزش کودکان اوتیسم رو از وبسایت برناندشان تهیه کنید. حالا ببینیم پکیج بعدی. حالا آموزش درمان کودکان اوتیسم با تکنیک های ذهن خوانی، که یک سری تکنیک ها هستن که باعث میشه کودکان مربوطه درمان بشن. اوتیسم یک اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی غیر عادی مرتبط است. علاوه بر این اختلال در اولین سالهای زندگی ظاهر می شود. ولد اصلی آن ناشناخته است. این اختلال در پسران شایع تر از دختران است. یعنی میگه پسران بیشتر مثلا مبتلا میشن تا دخترها. این اختلال ناشی از رشد طبیعی مغز در منطقه است. یعنی مغزش به طور طبیعی رشد نکرده. مغز فردی. تعاملات اجتماعی و مهارت ارتباطی در این زمینه مختل میشه. یعنی فرد نمیتونه ارتباطات درست ایجاد بکنه. نیمی از کودکان مبتلا به اوتیسم قادر به استفاده از زبان به عنوان ابزار اصلی برقراری ارتباط با دیگران نیستن. استفاده از زمان من ویژگی کلامی این کودکان نیست. مسائل گفتاری دیگر که کلمات و جمله های تکراری هستند. علت اوتیسم هم علت های مختلفی دارن. منشأ بیولوژیکی و عصبی رو بیشتر میگن که علت اوتیسم. بسیار از خانواده ها سابقه از اختلال اوتیسم یا اختلال مرتبط مان دارن که نشان میدهد ریشه ژنتیکی است، هرچند هیچ ژن خاصی برای اوتیسم شناخته نشده. محققان در مورد نقش ژنتیک در علل اوتیسم اختلاف نظر هم دارن و برخی از اونها ترکیب ژن های مختلف رو به عنوان علت اختلال ایجاد میکنن. نظریه متعددی هم درباره اوتیسم مطرح شده که دقیقا ثابت نشده، که میگه که این نظریات میتونه باعث بشه که ما بفهمیم اوتیسم منشأش چیه، ولی هنوز بعضیشون اثبات نشده که بیشتر دانشمندا لفتش میدن، ولی یهو مثلا تو سالهای مثلا جدید مثلا 10 سال بعد یهو یه چیزی کشف میکنن که بیشتر به خاطر اون کمبود منابع مالی و تحقیقاتیه. علائم اوتیسم
علائمش هم متفاوته دیگه، گفتیم من و ما، این خنده و گریه ناعادلانه یا قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیستن، از خطرات ترسیدن، ترس و اینجور چیزها. هرچی که اینجا نوشته اشتباه در مورد اوتیسم زیاده که خیلی هم تشخیصش رو مثلا دیر انجام میدن و به خاطر اشتباهات مرد. شما میتونید پکیج آموزش درمان کودکان اوتیسم با تکنیک های زنخوانی رو از وبسایت برندش هم تهیه بفرمایید. پکیج بعدی کارگاه آموزش درمان اوتیسم به صورت تخصصی و کاربردیه. تو این پکیج هم به صورت 0 تا 100 تمامی نشانه های مربوط به اوتیسم گفته شده که اصلا اوتیسم چی هست. هنوزم که هنوز خیلی نمیدونم اوتیسم چیه و اگه بچه‌شون مبتلا به اوتیسم باشه تشخیصش نمیدن و میگن مثلا نشانه خودشه، در صورتی که ممکنه اوتیسم باشه. اینها آموزش داده شده، نشانه های مربوطه به اوتیسم آموزش داده میشه، روش های درمانی اوتیسم به طور کامل گفته میشه که اصلا کودک اوتیسمی، فردی که اوتیسم داره چه نشانه هایی داره، نشانه هاش همش بررسی میشه از لحاظ روانپزشکی و روانشناسی. حالا خصوصی ها دو اوتیسم هم که توی مثل پکیج قبلی، آسیب در تقابلات اجتماعی، آسیب در ارتباط، علایق محدود در رفتارهای تکراری، سایر ویژگی ها مثل تقصیر غیر طبیعی نیز معموله ولی برای تشخیص ضروری نیست. کلا اون شیوه های درمانی، یعنی اصلا چجوری یه فرد اوتیسم باید درمان بشه، توی این پکیج گفته میشه. کارگاه آموزش درمان اوتیسم به صورت تخصصی و کاربردی. خب این پکیج ها بود، پکیج های آموزش درمان اوتیسم مربوط به اون. شما عزیزان میتونید برای تهیه کارگاه آموزش درمان اوتیسم به صورت تخصصی و کاربردی به وبسایت برن اندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.